وقتی گروگانگیر سابق اتریش شناس میشه و برای زنان اتریشی دل میسوزونه. مری مسلسل که از کشورهای جهان میخواد برخورد نظام ولایت فقیه با زنان رو الگوی خودشون قرار بدن و اینقدر حقوق زنان رو پایمال نکنن. بله لطفاً با تعجب نگاه نکنید. این موضوعی هست که حتی خود رسانه‌های نظام هم اون رو سوژه طنز خودشون کردن. مری مسلسل و حقوق زنان اتریش. یک اظهار نظر از معصومه ابتکار که ثابت شد میتواند صحبت کند و لال نیست. این اظهار نظر تا الان فقط مورد استقبال طنز نویسان خودی قرار گرفته است. دلنگرانی های معصومه ابتکار با نام حرفه‌ای مری مسلسل برای زنان اتریشی و خنده مرغ پخته که هنوز ادامه دارد. معصومه ابتکار: زنان در اتریش خواستار برگزاری کنسرت تک جنسیتی هستند، چون در کنسرت ها معمولاً تحت خشونت و آزار قرار می گیرند و زنان به شدت به این موضوع اعتراض داشتند. ابتکار معتقد است عده دیگر از زنان اتریشی در وین پایتخت این کشور دست به تجمع زدند و می گویند چرا پلیس ما را به خاطر بی‌حجابی دستگیر نمی کند؟ پلیس نیز در پاسخ به آنها میگوید شما برای آزادی‌های مدنی و اجتماعی هزینه‌های زیادی پرداخت کردید. بهتر است به خانه بروید. آزادی حق شماست و ما با دستگیریتان آن را از شما سلب نمی‌کنیم. اما زنان معترض به نبود گشت ارشاد با گاز اشکاور و باتوم به پلیس حمله می‌کنند و خودشان را لای در ونهای پلیس می‌گذارند. سپس با اسلحه راننده را تهدید می‌کنند تا حرکت کند. این اتریش شناس کهنه‌کار در ادامه می‌گوید در اتریش وقتی یک زن کشته می شود، بعد از اینکه همه دیه او توسط دولت پرداخت می شود، آن زن برای ساعاتی زنده می شود و نیمی از دیه را دوباره به دولت بر می گرداند. زنان اتریشی معتقدند دیه زن باید نصف مردها باشد و به هیچ وجه از این خواسته خود کوتاه نمی آیند. ابتکار با اینکه سالها پیش با تفنگ به سفارت آمریکا حمله کرده و دیپلمات‌های این سفارت را به مدت 444 روز گروگان گرفته بود و همکنون فرزندش در آمریکا مشغول تحصیل و تجارت است، اما تمام وقت خود را صرف تحقیق و تفحص از اتریش و مردمانش می‌کند. ابتکار یا همان مری مسلسل خودمان معتقد است مردم اتریش یک سال است که به دولت این کشور فشار می آورند تا دلار در این کشور 26 هزار تومان شود و دولت بارها به آنها اعلام کرده واحد پول این کشور یوروست و نمی تواند کاری کند که یک دلار 26 هزار تومان شود. اما مردم اتریش حالیشان نمی شود و می گویند ما می خواهیم همه چیزمان مثل مردم ایران باشد. ابتکار در پایان اظهار می کند کارگران در اتریش خودشان را با شلاق می‌زنند و 7 ماه حقوقشان را یک جا جمع می‌کنند و به سمت کارفرما پرتاب می‌کنند. بلاروس و بزرگترین تظاهرات. اروپا غافلگیر می‌شود. کووید 19 و یورش جدید. پلی در ایتالیا که دوباره برمی‌خیزد. کالیفرنیا و 1300 مأمور آتش‌نشانی که سخت مشغول هستند. همراه بشیم با بخش بررسی رسانه‌های جهان و نگاهی داشته باشیم به این موضوعات. سلام می‌کنیم به شما و گزارشتون رو می‌بینیم. با سلام به شما و هموطنان گرامی، خبرهای امروز رسانه‌های جهان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. بزرگترین گردهمایی و تظاهرات در بلاروس از زمان استقلال این کشور از شوروی سابق در هفته گذشته برگزار شد. در این گردهمایی ده هزار نفر در میدان بنگلوف در شهر مینسک پایتخت بلاروس جمع شدند و خواستار یک آینده بهتر برای خود و فرزندانشون شدند. این گردهمایی در حمایت از اسفدلانا تیخانوفسکایا نامزد ریاست جمهوری بلاروس بود. اسفدلانا پس از دستگیری و زندانی شدن همسرش که کاندیدای ریاست جمهوری بود، مسیر او را ادامه داد.
او گفت من همه چیز رو برای ادامه مبارزه و به خاطر همه کنار گذاشتم و به صحنه آمدم. شعار او آزادی زندانی سیاسی و برگزاری یک انتخابات آزاده. این همون خواسته مردم مینسک و بلاروسه. رقیب او پرزیدنت لوکاشنکوه که در صورت پیروزی ششمین دوره ریاست جمهوریش رو آغاز میکنه. شیوع ناگهانی ویروس کرونا در اروپا. با گسترش بیماری کووید 19 در اغلب کشورهای اروپایی، مقامات فرانسه اعلام کردند که طی هفته گذشته 7000 مورد جدید ابتلا را ثبت کردند. تلویزیون فرانسه 24 گزارش کرد در حالی که خانواده ها برای گذراندن تعطیلات تابستانی گرد هم میان، ایجاد صدها شبکه جدید بیماری کرونا گزارش شده که باعث اعمال قوانین و مقررات جدید بهداشتی در اغلب نقاط کشور میشه. یکی از ضوابط جدید استفاده از ماسک صورت در فضای آزاد علاوه بر محیط‌های بسته است. در شهر لیل که شاهد افزایش ناگهانی عفونت کرونا بوده، نخست وزیر فرانسه ژان کاستکس از مردم خواسته که به رعایت ضوابط بهداشتی ادامه بدن. اون گفت ما شاهد گسترش اپیدمی هستیم و این ما رو مجبور می‌کنه که بیش از هر زمان دیگه امکاناتمون رو بسیج کرده تا با این بیماری مقابله کنیم. ما نباید سپرهامون رو زمین بذاریم. افتتاح مجدد پل موراندی در شهر جنوا در ایتالیا. دو سال پس از فرو ریختن پل عظیم موراندی در جنوا در 14 اوت 2018 که منجر به کشته شدن 43 نفر و مجروح شدن 10 نفر شد، این پل پس از تخریب کامل دوباره بازسازی شده و اکنون آماده بهره برداریه. تلویزیون یورونیوز گفت این پل توسط جوزف کونته نخست وزیر ایتالیا و پرزیدنت سرجیو ماتارلا افتتاح شد. در این مراسم که توسط شهردار جنوا و کمپانی سازنده این پل برگزار شد، بیش از 500 تن شرکت کردند. در این مراسم نام تمامی 43 قربانی یک به یک خوانده شد. آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا. آتش‌سوزی های جنگلی در جنوب کالیفرنیا پس از 2 روز مساحت زیادی رو در بر گرفت و بیش از 14000 نفر از اهالی رو مجبور به ترک خونه هاشون کرد. تلویزیون فرانسه 24 در گفتگویی با یکی از اهالی گفت در گرمای تابستان و در میون شیوع کرونا ساکنان این منطقه مجبور به ترک خونه هاشون شدند. آتش‌سوزی به اطراف سان برناردینو در 110 کیلومتری شرق لس آنجلس نیز سرایت کرد و بر میزان تخلیه اهالی افزود. عوامل گسترش آتش سوزی گرمای هوا و پایین بودن رطوبت اعلام شده. مقامات در پی یافتن علت این آتش سوزی هستند و اقدام عمدی را منتفی ندونستند. بیش از 1300 مأمور آتش نشانی مشغول اطفای حریق هستند. بینندگان عزیز، با تشکر از همراهیتون با ما در این بخش از برنامه، توجهتون رو به ادامه برنامه تیک تاک جلب می‌کنم. خاورمیانه در تلاطم هست، از عراق که درگیر کشاکش‌های سیاسی و قیامی مردمی تا لبنان که در کنار فراز و نشیب‌های سیاسی اجتماعی دیروز شاهد فاجعه یک انفجار بی سابقه در بندر بیروت. آقای حسین دایی‌الاسلام همراه ما هستند برای بررسی آخرین وضعیت در عراق و لبنان. سلام می‌کنم به شما، متشکرم از حضورتون. در عراق ما همچنان شاهد اعتراض‌های مردم عراق هستیم. موضوع اعتراض‌های جدید اگه ممکنه بفرمایید چی هست؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی. در رابطه با عراق توی مختصر اگه بخوایم بگیم، بعد از شیوع کرونا علی‌رغم اینکه افت کرده بود قیام و تظاهرات، ولی مجدداً اوج گرفته که یکی از دلایلش مسئله برق هست، کمبود برق هست. مثلا تو شرایطی که تو خود عراق بعضی روزا شهرهای عراق گرمترین شهرهای دنیا به اصطلاح اعلام میشه، یا مثلا 50 درجه 52 درجه بعضی وقتا هست، بعضی از مناطق را حتی 20 ساعت روز برق ندارن، که این خودش به خاطر همین فساد این حکومت به اصطلاح این عوامل رژیم که تو این سالا در عراق حاکمیت داشتن و همه چی رو با غارت بردن، این یکی از علت اصلیش بوده. یکی از دلایل تضاد همین مسئله کمبود برق بوده تو تمام استان‌ها، از بغداد بگیرید تا جنوب
تمام استان‌ها و شهرهای جنوب عراق تظاهرات کردند. همینطور به خاطر بیکاری و فقر و نبود امکانات برای معالجه کرونا تو اونجا گسترش پیدا کرده، کرونا از ایران رفته به اونجا. بعد بیمارستان‌ها فاقد کمترین امکانات هستن، بیکاری هست، فقر هست. همه این عوامل باعث شد که قیام و به اصطلاح اعتراضات در حال گسترش است. تو خود بغداد مستمرا جلوی نخست وزیری تظاهرات هستش. ولی تفاوتی که با قبل کرده اینه که دیگه اون شبه نظامی های رژیم به خاطر همین قیام و به خاطر شدت نفرت و انزجاری که مردم از اینا دارن و به اصطلاح افشا شده جنایتاشون، دستشون توی سرکوب تظاهر کنندگان خیلی بسته شده. مثلا حدود یک هفته ده روز پیش بود که توی بغداد تظاهرات شد و 3 نفر از تظاهر کنندگان رو همین وحوش به قتل رسوندن، ولی دولت عراق مجبور شد زیر فشار مردم عراق دستگیر کنه این عوامل به اصطلاح قتل و کشتار تظاهر. همین 3 افراد دستگیر کرد و تحویل دادگاه دادن که محاکمه بشن به خاطر قتل. فرماندهشون هم همینطور دستگیر کردن. یا مثلا 2 روز پیش جوانی رو، جوان 13 ساله تو تظاهرات بود توی میدان تحریر بغداد رو این باز وحوش نیروهای امنیتی دستگیر کردن، شکنجه کردن، سرش رو اصلاح کردن، توهین کردن به مادرش اینا، که این یک انزجار شدید تو تمام عراق به اصطلاح ایجاد کرده بود. و به طوری که خود نخست وزیر عراق با این جوان دیدار کرد، بهش قول داد موضوعش رو پیگیری میکنه، خرج تحصیلش رو میده، براش وکیل میگیره، این و اون نفرات هم دستگیر کردن همین اول. در حالی که همینا توی دور قبل تظاهرات 700 نفر از تظاهر کنندگان رو کشتن. بله. و بعدم تقریبا 25 الی 30 هزار نفر رو مجروح کردن و چقدر رو بودن و شکنجه کردن و اینا. بنابراین دست شبه نظامی و مزدورای رژیم به خاطر همین قیام و نفرت گسترده که مردم دارن علیه اینا خیلی بسته شده. این یک تحول علیه رژیم. موضوع بعدی مسئله اعلام زمان انتخابات زودرس که یکی از خواسته های قیام کننده های عراق این بود که آقا این دولت عادل عبدالمهدی که مزدور رژیم از کنار میره، بعد یه انتخاباتی برگزار بشه، انتخابات آزاد، تمام این مزدورایی که در حاکمیت عراق هستن همه برن کنار. که این نخست وزیر عراق این تاریخش رو اعلام کرده، خرداد سال آینده هستش که این انتخابات برگزار میشه. اینم البته قیام کننده ها خیلی بیشتر از این میخوان، میگن آقا جون همین حالا باید این پارلمان منحل بشه، همه این احزاب و این شبه نظامی ها منحل بشن و برن کنار تا یک انتخابات آزادی بشه برگزار کرد. ولی هر چه قدم به هر حال باز این یک گام مثبتی به نفع مردم و علیه رژیم است. به همین دلیل این احزاب رژیمی به وحشت افتادن، میخوان دنبال سنگ اندازه بر این هستن. بله. ولی به هر حال اتفاق بیفته علیه اینا است. اضافه بر این رژیم یه سری فشارهایی داره میاره برای باز کردن مرزا تو عراق که بتونه راه تجارتشو باز کنه. حتی فشار میورد که بتونه در ایام عید و قربان و همینطور برای محرم که شروع میشه باز کنه مراقد امام حسین و بعد حضرت علی علیه السلام رو باز کنه، ولی موفق نشد این کار انجام بده. همینطور مثلا پریروز شبه نظامیاش توی آلبوکما، شبه نظامی عراقی که رژیم فرستاده تو سوریه، تو اون مرز عراق و سوریه فرستاده بود، بمباران شدن، 15 نفرشون کشته شدن. مجموعه تحولاتی که الان در عراق داره اتفاق میفته همه علیه رژیم است. یعنی اینا هم باز از آثار همون فرو ریختن این به قول معروف به قول خودشون عمق استراتژیک رژیم و خامنه ای تو اینجا داره فرو میریزه توی خود عراق، که این بعضی از تحولاتش بود که من تونستم تو این فرصت کوتاه براتون بگم. بله. در مورد لبنان در این مورد مگه ممکنه توضیح بدید و اینکه اصلا چرا این حجم از مواد مفجره تو اون نقطه بود؟ ببینید در مورد لبنان خب اخبارش هم داره الان خود سیما پخش کرد و همه دنیا جز اخبار یک دنیا هسته، چون یک انفجار و یک حادثه خیلی بی سابقه بوده و همینطور اخبارش بیشتر به اصطلاح میرسه که تا این 100 نفر کشته شدن و 4000 نفر مجروح شدن تا اینکه الان آخرین اخباری که تا حالا اعلام کردن. بعد هم توی این خود کل بیروت میگن اصلا قابل استفاده نیست، آلوده شده، با عده زیاد آوار هستن، یک بیمارستان اصلا امکان رستگی ندارن. تمام این جریان و این فاجعه بزرگی که اتفاق افتاد و خانم مریم رجوی هم تسلیت گفتن و ابراز همدردی کردن با مردم لبنان، این فاجعه عظیم گذشته از اینکه حالا دلایل چی بوده، حالا رو میشه حتما هر چی هست، ولی گذشته مسئولیتش با خود حزب الله، چون این حاکمیت حول حزب الله لبنان شگرفته، از بندرش که اونا هستن و مواد منفجره و حتی وزیر کشور لبنان گفته که مواد شدید الانفجار بوده، فقط نیترات آمونیوم اینا نبوده. این مسئولیت به خود حزب الله لبنانه، به دلیل اینکه این حاکمیت و این حکومت و کل کاری که در اونجا اومد دست اوناست. خود رژیم اینو میدونه،
اصلا روزنامه‌های رژیم امروز نوشته بودن که میخوان دشمن میخواد حزب الله لبنان رو متهم کنه ببره به اصطلاح زیر این اتهام این موضوع. در حالی مسئولیت معلومه کشور دست اوناست. مثل هر چیزی که تو ایران هر فاجعه اتفاق میفته مسئولیتش با رژیمه. سیل باشه یا هر چی دیگه مصیبتی که سر مردم میاد، تو شرایطی که لبنان مردم در فقر مطلق، بانک‌های لبنان پول مردم رو ندارن بدن، همه به خاطر فساد و غارت حزب الله. بنابراین این هم باز از اون عواملی هست که رو سر خود رژیم و رو سر حزب الله خراب میشه و به اصطلاح نتایج همین جنایت‌ها که تو این سال کردن خواهند دید. بله، خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگومون و توضیحاتی که برای ما دادید. ادامه میدیم برنامه رو با هم. کودکان کار قربانیان کوچک نظام فاسد و غارتگر حاکم بر میهنمون هستند. نظامی که با دجالگری به اسم حکومت مستضعفان انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران رو دزدید، اما بزرگترین دشمن محرومان و مستضعفان شد. فقط کافیه به مورد آرمین کوچک نگاهی بکنیم، کودک کاری که آخوندها دنیا رو برای سیاه کردن و بعد هم خود روزنامه‌های حکومتی با بی‌شرمی نوشتن که آرمین پسر بچه 11 ساله کرمانشاهی تازه ترین نمونه از پایان غم‌انگیز یک زندگی است. او که کودک کار بود در نهایت مقابل کمبودها و دشواری‌های زندگی تاب نیاورد و با خوردن قرص متادون به زندگی کوتاه خود برای همیشه پایان داد. و امروز میلیون‌ها آرمین در سراسر ایران وجود داره که دستای نحیفشون باید در زباله‌ها بگرده و نگاه‌های معصومشون گواه مرگ آرزوها و رویاهای کودکیشون باشه. یزدان هم یک نمونه دیگه از همین بچه هاست. کودک باکسی که در اوج شرایط کرونا حتی مجبور در قسمت اورژانس بیمارستان، یعنی آلوده ترین قسمت، واکس بزنه تا خرجی مادر و خواهر 4 سالش رو در بیاره. یزدان اینجا چی کار میکنی تو بیمارستان؟ آمدم واکس میزنم. آخه مگه نمیدونی اینجا اورژانسه؟ اورژانس آلوده است. ها؟ چطور؟ روزای گذشته کجا واکس میزدی؟ پارکینگ. پارکینگ؟ الان کسی نیست؟ اونجا چرا نرفتی؟ اونجا دیگه تعطیل. تعطیل شد؟ آره. روزی چند بار دستاتو میشوری؟ دو بار. دیدی کسی مریض بشه؟ نه. آره؟ از نزدیکاتون بوده؟ نه، دور بوده. دور بوده ولی مریض شده. شغلش چی بود؟ کارگری. کارگری؟ حالش خوب شده یا نه؟ نه، بستریش کردم. آه، بستری کدام بیمارستان؟ امام رضا. امام رضا گلستان میشه. نمیترسی مریض بشی؟ نه، برای چه بترسم؟ نه، میدانم کرونا چیه، نمترسم. ممکنه آخه تو خانوادتون پدر بزرگ مادر بزرگ کسی باید زندگی نمی کنه؟ نه، هم پدر بزرگ و مادر بزرگ. با کی زندگی میکنه؟ مادر مخواهر دار 4 سال شده. پدرت چی؟ مادر. شما خرجشانه در میاری؟ با واکس زدن؟ نه. مواظب باشون، ممکنه آلودگی تو تو خانه ببری مادرت کسی مریض بشه، مادرت بیشتر. خب دستاتو بشور، اصلا دستاتو به ماسکت نزن. نمیگم کار نکن چون مجبوری. اینجا همش آلوده است، اینا رو انداخته اینجا عزیزم، همه رو جمع. خب چون یه نفر با دولتم برای این بچه ها چه فکری کرده؟ بچه های کار یارانه چقدر بهشون میدیم؟
خب بینندگان عزیز، همراه بودید با برنامه تیک تاک برای بررسی آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا نگهدار.